من تنها ارگانی که تو این سالا به انفشار نیورده دیگه فقط اداره گاز بوده، اداره گاز و اداره آب و برق بوده. اون محله هایی که ما به خاطر فقر و حالا نداری توش بزرگ شدیم همه ی این داستانا رو بهم یاد داد. من نمیتونم کاراکتر دختر بیارم چون یکی از چیزایی که خیلی 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 باهاش مشکل داره دولت کلا خانومان. ازدواج رو میکنی؟ ازدواج؟ چرا؟ جمع کنم یه سری آدم دور و برم هست دیگه وجود نکردم حاجی، برم دیگه به کس دیگه ای پیشنهاد بدم و اصلا از اون به بعد دیگه سمت هیچ بلاگر دیگه ای نرفتم. عقده زیاد داریم ولی هیچ وقت عقده ای نبودیم. میگم حالا من خیلی چیزها رو نمیتونم جلو دوربین بگم، خیلی داستان ها رو نمیتونم جلو دوربین بگم راجع به صحبت کنم. خب میلاد، ما در قسمت قبلی که با هم دیگه خب صحبت کردیم و اومدیم با محیطی که هستی و توش زندگی میکنی آشنا شدیم. شما در قسمت قبل توضیح دادی که در رشت بودی و اون اتفاقا میفته و متوجه میشی، معروف میشی و دیگه از اینجایی که اومدی تهران و با واینرها آشنا میشی و دیگه اینها رو میشناسی، یه مقدار از اون حالا هوا به ما بگو. دیگه اومدیم و بچه‌ها رو دیدیم و خب عرفان که از اولش با هم طرف بود یه ذره میگفت مثلا تو بی‌ادبی و این شرایط اینجوری، جالب بود، خیلی باحال بود. اولش اینجوری طرف بود، اولین بارم یادمه عرفانو که من دیدم خیلی من عرفانو دوست داشتم، خیلی زیاد، چون وایس اوایلش بود که مثلا داستانای وحید خزایی بود، بعد راجع به وحید خزایی وایس میذاشت و اصلا بامزه است عرفان، کاراکتر خیلی بامزه است. دقیقاً ما اومدیم آقا عرفانو دیدیم، قرار گذاشتیم کجا، قرار گذاشتیم اکباتان، ما اومدیم خیلی ذوق داشتیم اینو ببینیم. این داشت یه دونه ویدیو میزد، اون موقع هم ویدیوهای اینستا 15 ثانیه‌ای بود، داشت یه ویدیو میزد واسه مسعود سعیدی، خواننده موزیک جدید مسعود سعیدی بود. اومدم گفتم سلام چطوری حاجی عرفان فلان اینا، یه لحظه اینجوری که یه لحظه من دارم این ویدیو رو میگیرم الان میام. ما رفتیم اونجا وایسادیم، ما اونجا وایسادیم و گفتیم بذار ویدیو رو بگیره، وسط ویدیو یه لحظه اومد برایش اینجوری که تو توی ویدیو بازی میکنی؟ گفتم که آره داداش چرا بازی میکنم، بیا اینجا نقش این راننده تاکسی رو داشته. یه نقش یه راننده تاکسی به من داد که یه کلمه هم حرف نمیزنه، فقط داره رانندگی میکنه. آجی اونو تمام کردم، تموم شد، اونو نشستیم تو قهوه خونه، برگشت بهم اینجوری که فاز آقا جون بازی، برگشت بهم اینجوری که ببین تو خیلی توی اینستا بی ادبی میکنی، خوب نیست اصلا اینجوری، یعنی تو اینجوری داری میسازی باعث میشه هممون فیلتر شیم، هممون داستان شه واسه اون فلان. گفتم بله دیگه، چه پندی دیگه، چه اندرزی داری بهمون بگو برای ادامه مسیر و اینا. آقا جون این آره دیگه اون روز دیدیم، من باز به حالم خوب بود، با عرفان حال میکردم ولی یه ذره دلچرکین شده بودم. کامران که اصلا دیگه کلا گفت حاجی این چیه، چه فازی و فلان اینا. رفتیم و ما شدیم، برگشتیم اتفاقا دوباره شمال، اینا جنگ میذاشتن، تئاتر میذاشتن، ما کار خیر میکردیم. اینا تئاتر میذاشتن پول میگرفتن، من مردم رو جمع میکردم میرفتیم آشغال جمع میکردیم، نمیدونم لباس جمع میکردیم واسه نمیدونم آدمایی که لباس نداشتن، کلی کمک. آره از این کار تو پارک لاله 200-300 نفر آدم اومدن، وسیله مسیله آوردن، مثلا لوازم تحریر و فلان و کمک های اینجوری، کلی کارا اینجوری. یعنی عرفان اینا رو ما سایده بودیم، بعد میومدم میزدم تو رویشون که آقا اینا دارن از مردم سوء استفاده میکنن، پول در میارن، ما داریم کار خیر میکنیم فلان میسن. آره از این کار اینجوری، شیطنت ها اینجوری و دیگه. ولی هی رفت آمده، هی روز به روز بیشتر میشد، تا یه جایی که دیدیم دیگه آقا نمیشه هی بری بیای بری بیای، باید بمونی. دیگه رفتیم اون ور، یه ذره پول مول که جمع کردیم اومدیم اینجا و شروع کردیم دیگه خونه گرفتن. و بعد اولین جایی که مثلا چیز بودم آجدانیه بود، یه تایم آجدانیه زندگی کردم یه سال دو سال، قبلش اندرزگو بود، یه سال اندرزگو زندگی کردم، یکی دو سال آجدانیه زندگی کردم و دیگه بعدش هم که اومدم اکباتان. و قبل از اینجا آره دیگه، ولی کلا دیگه الان 7-8 سالیه که اکباتان. بسیار عالی. بعد با بقیه بچه‌ها دیگه با محمد امین اینا آشنا میشی؟ آشنا شدم. آره محمد امین اینا رو دیدم، بچه‌های دیگر رو دیدم، حالا یه ذره باز اون فازه بینمون هنوز چیز نشده بود. آره تا جایی که دیگه سن و سالمون رفت بالاتر گفتیم بابا چه کار مسخره ای، اصلا چرا با هم طرفی، مثلا چرا باید اینجوری باشه. یکم آره اوایل فاز غرب طور برداشته بودن، همه بچهای غرب
بند بودن، یه تیم شده بودن، یه اکیپ شده بودن، اسمشو گذاشته بودن قهقهه، یه پیج زده بودن قهقهه، فقط خودشونو بازی میدادن، غریبه راه نمیدادن، مافیاش کرده بودن. آره مافیاش کرده بودن. آره آره آره. پس اینجوری بود. بعدش تو این میلاد خواهه از اول بود میلاد خواه؟ من میلاد قاسمی خواه، فامیلیم قاسمی خواه، پارگامه، یه پیج داشتم میلاد قاسمی خواه بود. پیج رو سر اینکه یه لینک باز کردم که مثلا جم الماسای کلش آف کلن رو میداد، اون کلن برداشت همه رو، پیج رو گرفت ازش که هک کرد. یه پیج دیگه ساختم، گفتم چی بذارم، دیدم میلاد خواهم که پسفندمه، گذاشتم میلاد خواه، و این اصلا دیگه اسم رومون میلاد خواه. متوجه شدم. چی شد میلاد تصمیم گرفتی که کلن این مقنعه بیاد؟ یعنی از کجا از اول این کارو میکردی یا نه توی برهه بعد مقنعه گذاشتی دیدی جواب داد و شروع کردی این کارو انجام دادن؟ خودت یه مقدار مثلا چیز نکردی آقا من مقنعه بذارم شاید مردم نپذیرن، ولی بعدش که دیگه اصلا یه چیزی شد که همه با این کاراکتر اخ پیدا کردن و دیگه عاشق این کاراکتره شدن؟ ببین آیدین، یه چیزی خیلی باحاله، خیلی دوست داشتم همیشه راجع به این قضیه صحبت کنم. یه چیزی که توی اینستا خب همه دیگه سوراخشو یاد گرفتن. چی؟ تو بیا از دختر استفاده ویویی، استفاده، ببخشید اینجوری میگم، مثلا استفاده ابزاری کن، دختر رو بذار کاوره، دختر تو ویدیوهات باشه، ویو میلیونی بگیر، فرقی هم نمیکنه محتوای چی باشه. هنوزم که هنوزه همین داستان هست. یه چیزی که بهش افتخار میکنم، واقعا بهش افتخار میکنم، اگر مردم تا اینجا بهم لطف داشتن و اگر خواست خدا بوده و خدا خیلی بهم حال داده و حالا دعای مردم و نگاه مامانم تا اینجا رسیدم، افتخارم اینه که از این قضیه هیچ وقت استفاده نکردم. خب خورد خورد دیده شدم، خب ولی موندگار دیده شدم. با این قضیه خیلی حال میکنم و اصلا مقنعه که خب قبلش روسریه بود، ما تا یه جای روسریه رو میذاشتیم، بعد خب من از روز اول میدونستم که ببین این مطرح شدنه یه سری عواقب داره، اصلا به خدا این خیلی چیزایی که نمیدونم چجوری ولی انجام میدادم، مثل همون کاراکتر ساختنه، مثل سناریو داشتن ویدیو و اینا، این هم نمیدونستم چجوری میدونم، ولی میدونستم که این یه عواقب بدی واسم داره، مطرحشی میری تو چش دولت. خب واسه همین اوایلش خب همین جوری ما اینو سرمون میکردیم، بعدش دیدم که آقا من نمیتونم کاراکتر دختر بیارم، چون یکی از چیزایی که خیلی 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 باهاش مشکل داره دولت خب کلن خانومان، خب این که با خانوما مشکل دارن، حالا تو بیای توی ویدیوهات هم زیری یه سقف مثلا دختر بیاری توی ماشین با یه دختر بشینی ویدیو، حتی اون دختر اگه یه جمله حتی نزدیک به دیالوگای ما و لفظای ما هم بیاد، از دید اونا دیگه یا حسین دیگه اصلا فحشا حساب میشه. میدونی چی میگن؟ گفتم پس بیا حاجی همینو کاراکتر پسرونه ای که نقش دختر رو بازی میکنه انجام بده. بعد اومدم این کار رو انجام دادم و واقعا هم همون جوری همون چیزی که دنبالش بودم هم اتفاق افتاد، کمتر گیر داده میشد به این بابت این قضایا، کمتر فتا میرفتم، کمتر سوال جواب ازم میشد و دستم بازتر بود تو ایده هایی که میخوام بزنم. مثلا من میتونم کاراکتر دختر و پسر رو خودم بازی کنم روی تخت، ولی من هیچ وقت نمیتونم با یه خانوم روی تخت ویدیو بزنم یا موضوعی که ربط داشته باشه حتی به اتاق خواب، میدونی؟ پس این قضیه خیلی بهم کمک کرد و اصلا یکی از دلایل اصلی که اینو نگرشم این بود. مغنم خیلی اتفاقی تو یکی از ویدیوهایی که مربوط به مدرسه بود مقنعه سرم کردم، دیدم خب مقنعه چه باحال، چقدرم راحت‌تر، دیگه نیازی آخه ما روسری می‌ذاشتیم، یکی میگفت چرا کج بستی، چرا اونو اینجوری کردی، چرا، میگفتم با من پسرم به خود اصلا چرا باید اینا رو بلد باشم، دیگه مقنعه راحت آ اینو می‌کشید شونه رو اینجوری در میآوردی تمام، باز به اونم ایراد می‌گرفتن چرا چروکه، چرا کج سرت کردی، سر خدا، چرا
ولی دیگه راحت تر شد کار روسریه، اصلا بعد خودش هم شد یه کاراکتر دیگه. دقیقاً همینه. پس اون احساس اینکه گیر بدن و اینا خودش باعث این شد که تو اون کاراکتر رو قوی تر بکنی. یعنی همون خودش باعث یه قضیه شد. دقیقاً. البته به کسی برای چیزی نخوره، بالاخره هر جایی یه قانونی رو داره. حالا اون موقعی که تازه بچه‌ده، مثلا اون موقعی که میلاد داره میگه هنوز فتا نیومده بود، بعد یه تایم فتا اومد و... اصلا صرف وعید خزایی که برگشت گفت پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چیز هست، اصلا از اونجا آره. مشخص شد که فتای ارگانیه که توی مثلا حالا داستانهای مجازی هست. آره. من متوجه این شدم تو مثلا میای تبلیغاتی رو میخوای بگیری، واقعا همینه، میای یک پرزنتی میکنی، مثلا لباس فروشیه، این لباس فروشیه رو میای قشنگ نگاه میکنی آقا این داره اینقدر بده نداره اینقدر بده، نسبت به اون میای قیمتی دینا رو میدی، ولی توی بقیه آدم ها یا این بلاگرها واقعا همچین چیزی نیست. قیمت ها رو من میبینم اصلا هنگ میکنم همچین چیزی رو میفهمم. همون اینو راجبش صحبت کنیم، نظرتو راجب این داستانایی که الان به وجود اومده، قیمت هایی که میگیرن و اصلا بعضا بعضی هاشون رحم نمیکنه. قبلش یه چیزی رو بگم، این که ما هممون واسه زندگی نیاز به پول داریم، با توجه به جایی هم که داریم توی زندگی میکنیم هر روز این نیاز بیشتر میشه. این که من بگم من پول دوست ندارم که اصلا چرت و پرته، و این که بگم الانم کار میکنم 100% به خاطر مردمه چرت و پرته. اینا رو اینجوری میگم چون اونایی که منو میشناسن میدونن من همیشه روک و پوسکنده بدون هیچ کم و کاستی رو راست حرفمو زدم. از خیلی از چیزایی هم گفتم از زندگیم و کارهایی که کردم و داستانایی که داشتم و اشغالا یا حالا بالا پایینا و چیزایی که حالا اصلا مصرف کردم نکردم که مردم میدونن دیگه. این رو راستی بینمون وجود داره. واقعا منم پولو دوست دارم، منم امروز کار میکنم، خب قطعاً به خیلی به یه بخش قابل توجهشم به خاطر پول هست، ولی چون اون سایدرم دیدم که بدون پول کار میکردم و خیلی زندگی عجیب غریبی پشت پرده داشتم و سر رو گرم چشیدم و خیلی از داستانا رو درک میکنم، یه سری چیزا هنوز که هنوزه نتونسته مثلا اون وجدانه هنوز یه نمه تو وجود داره، میدونی چی میگم؟ وگرنه نمیگم مثلا از پول بدم میاد یا نه، ولی همین الانم هم برای قیمتی که من برای تبلیغاتم میگیرم و با بلاگرا یا مثلا کس برو با یه بلاگر 500 کایی 600 کایی نه 1,000,000 اصلا برو 70 کایی 80 کایی مقایسه کن قیمت بگیر ببین چقدر فرقشه، خب چقدر بالا پایین داستانه. یه چیزی خیلی بد جا افتاده آیدین توی مردم، اون چیه؟ اینه که طرف قیمت منو میگیره میره پیج 700 کا 200 کا 300 کا هم قیمت میگیره، میگه که فلانی با 300 کا داره واسه یه استوری 200,000,000 میگیره. آقا میلاد شما داری واسه یه استوری برای مثال 8,000,000 میگیری 10,000,000 میگیری، پس شما پیجت فیکه. اون چون داره اون رقم میگیره درسته، خب و این قضیه رو هم جواب میگیرن ازش. من کاری ندارم، هر کی هر چی میگیره نوش جونش، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره، تونستی گرفتی دمت هم گرم. خب من یه چیز دیگر رو میخوام بگم، چیزی که بد جا افتاده و اول داستان بهت گفتم بلاگر به من نگو بگو واینه، چون اصلا اون وادی سوایی، اصلا این وادیه، خب اصلا قیمتهای اون وادی سوای این وادیه، خب خیلی چیزا با هم دیگه فرق میکنه. مثلا چند روز پیش من تو اینستا صحبت کردم، گفتم آقا به جون داداشم به جون بابام من تا حالا محصولی تو خونم نیومده که برش نگردونم به یارو بگم نمیدم بهت محصول تو، به جون بابام به نون و نمکی که همینجا با هم دیگه خوردیم تا حالا محصولی نشده برن. طرف داداش مثلا با پیج فلان قد با قیمت فلان میگه محصول واسه من میاد نباید برگرده، من برات برن، این دیگه مال منه، محصولی که میاد تبلیغش انجام بدی بعد این میگه واسه منه دیگه، گیفت منه. خب باز من میگم مثلا باز اینم، ولی شکایتیه که
صاحب مزون، صاحب اون برند به من بعدن کرده، به من نوعی از اون طرف. گفته آقا میلاد دم شما گرم، شیر مادرت حلالت سر این داستانه. منم برای همین گفتم شکایت شده بود پیش من که آقا آیدین اینا این بلاگرها مثلا زن و شوهرها چرا اینجوری هن فلان هن، یکی رو معرفی کن فلان. گفتم آقا برو با میلاد خوا که گفت آقا میلاد خیلی خوبه باش همکاری میکنم فلان میکنم. میخوام همینو بگم، منم دقیقا از طرف این شکایته اینو متوجه شده اومدم ازت بپرسم. من حالا میگم اصلا من نمیخوام، اصلا من اصلا کسی سمت من نه، کسی به من تبلیغ نده، به جون بابام قسم میخورم که باور کنن که اینا دغدغمه. یعنی به والله من تا حالا نشده تو ماشین تو خیابون یه ماشین خوب ببینم بگم ای بابا فلان فلانه مثلا فلانه. یارو داره نوش جونش داره، تا حالا اصلا این داستانا رو نداشتم. این رفیقم بغلم نشسته، اگه یه بار همچین چیزی داشتم بگو واقعا، از این اخلاقا ندارم. میگم هر کی هر چی داره نوش جونش، ولی وقتی یه چیزی به ما و امثال ما لطمه میزنه، ضربه میزنه، اون موقع به عنوان دغدغه میام بیان میکنم، میگم آقا این کار اشتباهه، رقمی که میگیری و بگیر، ولی یه جوری رفتار کن که اون شخصی که به تو این رقمو میده هممونو با یه چوب نزنه. خب این ضربه به همه داره میزنه. من اینکه نگاه کن از کی داری میگیری. آقا یکی قشر پولداریه، میتونی ازش 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد بگی. یه سری واقعا خودم چون دیدم میگم پولش همون سرمایه‌ش، کل سرمایه‌ش همونیه که میخواد تبلیغ بده که زندگیشو عوض کنه، اونم بر حسب یه احتمالی بگیره نگیره. آخه ببین بعضی این بلاگرها واقعا مثلا میگه آقا تخفیف بده، نه همینی که بعضیشون خداوندی خدا، به خداوندی خدا طرف رفیق ما یه مرکز چیز زد، مرکز از این زیبایی بوتاکس و فیلر و جراحی و اینا. خب زد ببین 50 میلیون فقط میز چیده بود واسه مهمونایی که قراره اون روز بیان، چون تبلیغی که قرار بود به بلاگر بده، یه بلاگر برای یه سری استوری 300 میلیون بهش گفته بود. خب رفیقم اینو قبول کرد، گفت دیگه 300 دارم به این میدم، اینم قراره یه سری استوری بذاره، زندگی من قراره کنفیکون بشه. و این کارو کرد، 300 تومانو داد، گفت با این 300 تومانی که به این دارم میدم پس 50 میلیون فقط فینگر فود و میز پذیرایی و اینا. اون روز دیگه چقدر قسم بخوام 10 نفر آدم رفته اونجا، 10 نفر آدم، کلن یارو 8 دونه فالوئر گرفته. خب حالا اصلا من میگم رویه فالوئر گرفتن تو اینستا خیلی عجیبه، اصلا داستانه خاص خودشو داره، این اصلا هیچی، این هندونه دربسته است. خب این قیمتی که رفیق من داد خدا شاهده، بخوای اصلا میارمش باش مصاحبه کنیم. قبول داریم برشکست شد. نمیگم فقط 300 میلیون سرمایهش بودا، ولی همون 300 میلیون یه ضربه ای به حساب تو 3-4 ماه اولش که خاک خوریه داستانه، که برشکست شد. بعد اون 3-4 ماه هاجی جمع کرد یارو، گفت خب من اینو میارم، این قیمتو داره میگیره پس اینجوریه، ولی اون اتفاق نیفتاد. و جالب اینجاست، مردم میدن، مردم نگاه میکنن میگن اون این قیمتو داره میده پس فلان میلاد داره ارزون تر میگه. من اصلا تبلیغ خودم، من اصلا کار خودمو کردم تو اینستا، اما الان اصلا دنبال یه چیز دیگه، دنبال یه زندگی دیگه، دنبال یه بیزینس دیگه هم. فعالیتامو همینجوری به عنوان طنز ادامه میدم، ولی بیزینسم دیگه اینستا نیست. ولی دلم به حال اون رفیقم که به خاطر این داستان رفت واقعا میسوزه. و امثال این رفیق من آدم زیادن که تریبونی ندارن، جایی نیست که حرفی بزنن، اینجوری به چخ میرن کلن اون سیستمی که اون برنامه ریزی که کردن. داداش من واسه سالن زیبایی زدم، واسه سالن زیبایی خودم، من به یه سری بلاگر با پیج خودم دایرکت دادم که مثلا گفتم دیگه حتما دیگه منو که دیگه میشناسن دیگه، حتما دنبال مفت بری، به والله دنبال مفت بردن من اصلا آدمش نیستم. حالا اصلا تخفیف گفتم دیگه میشناسن، حداقل یه آفر خفن به من میدن. قیمتهایی به من دادن اون بلاگرا که مغزم سوت کشید، دیگه وجود نکردم حاجی برم دیگه به کس دیگه ای پیشنهاد بدم. و اصلا از اون به بعد دیگه سمت هیچ بلاگر دیگه ای نرفتم. یکی از دلایلی که باز الان سفت بهت گفتم به من بلاگر نگو اینه، میدونی؟ چون اصلا من اونجوری نیستم داداش. من تا حالا نشده برم جایی، به خداوندی خدا نشده برم جایی بگم منو میشناسی
اینی که دارم ازت برمیدارم و میخوای جاش واسه تبلیغ بذارم، به خداوندی خدا یه لولی رو واسه خودم حفظ کردم، گفتم من اینجوری هم چیزی هم بخوام میخرم، چیزی هم حال کنم اینجا واسم واسه تبلیغ میفرسته، اگه بخوام نگهش دارم پولشو به طرف میدم. از هر کسی که تبلیغشو کردم برو بپرس، هر کسی که تبلیغشو کردم. خیلی حرفه این واقعا. بعد آخه بدیش اینه که اگر اونها اشتباهی بکنن، چون شما اولین نفرها بودین، دقیقا همه میره به سمت ما، هم الان میگم بلاگر دیگه. آره دیگه، میره به سمت شما. حالا بعد میلاد به من بگو این لفظهایی که انتخاب کردی کلن این دیالوگ ها از کجا میاد، یکم راجع به اونا بگو. دیالوگ ها که ما یادم میخواستیم ویدیو بسازیم، مثلا نمیتونستیم یه سری کلمات رو استفاده کنیم، همون لحظه تو ماشین میشستیم میگفتیم خب بیا یه کاری کنیم همه ویدیومونو ببینن. ولی اون حس ویدیو هم، مثلا ممرز شایه چند روز پیش یه حرف باحالی زد، گفت تو فیلم طرف باباشو جلوش میکشن، برمیگرده اینجوری میکنه نکشیدش کسافتا. واقعا اون لحظه چیزی که اونو بخواد بیان کنه اون حسه رو، فوش خوار مادر آره نیبلان بود دست راسویه مانیل فلان با شمشیر بود دست، نه اینکه نکشیدش کسافت ها فلان. خب خنده داره اصلا، فانه ای. ما هم اومدیم گفتیم آجی نمیشه مثلا بگیم لعنتی تو ویدیو، وای لعنتی نکن، حالا بد شد بد. مثلا اومدیم گفتیم آقا مثلا میخوایم بگیم عجب مثلا غذای فلانیه، گفتیم غذای شخمیه. بعد اینو تو فیلم ها دیدیم بعضی وقتا بعد چند وقت بعد استفاده شد. آره. اومدیم گفتیم مثلا فلان داستان و حالا تو نمیتونی بگی مثلا تو چقدر خرابی، ولی میتونی چقدر سنده بازی در نیار. بعد سنده خودش معنی انه خشک میده. خب توی یه چیز دیگه، یه جای دیگه، استان دیگه، ولی ما مثلا سنده رو اونجوری مثلا چیز کردیم، هم اون سنده همین سنده فهمیدم، مثلا سنده گل کلم، مثلا یه چیز همینجوری خودمونم نمیدونیم چیه، ولی خب اصلا میگیم با حال لفظه. خارکنبه مثلا، چه میدونم شتره، شتره خیلی اون موقع وایرال شد، مثلا یه شعر داشتیم خرابه مثلا این اون موقع خیلی وایرال شد، مثلا داستان اینجوری رو تو لحظه میگفتیم جای اون کلمه چی بیایم چیز کنیم. متوجه شدم اینجوری بود شد که شما جملات و اینها مثلا یه جا برمیگردیم میگم بابا عبس دیگه، سایدی ما رو، سایدی ما رو واقعا تو فیلمم دیدیم استفاده شده. یا مثلا یه جا برمیگردیم میگیم به کیف و کتابم که فلان شده، دیگه نمیگیم به فلان چپم، به کیف و کتابم. تو حالت مدرسه هم داشتیم، بچه مدرسه ای بودیم، گفتیم دیگه به جای چپ دیگه بسته دیگه، چپ چقدر دیگه تحمل داره، بگی به فلان چپم، گفتیم دیگه کیف و کتاب. اینا برا من میلاد خیلی جالب بود. حالا یه چیزی دیگه که خیلی دوست دارم با هم دیگه یه بیرون بریم، پاتوق هر جایی که میری حالت اونجا خوب میشه، میدونم چون تو آدمی هستی که در درون خودت یک مقداری، چون شنیدم این قضیه رو، خیلی فکر میکنی، آدمی هستی که خیلی سربزیری، آن چیزی که در دوربین میبینن خیلی شادی و شنگولی. آره یه بود درونگرای اصلا سنگین داره میلاد که اصلا نمیبینن. همون میخوام اینو بریم با هم دیگه ببینیم. بریم از غار بزنیم بیرون. آره غار منه قشنگ. بریم دادا بریم. خیلی خیلی کار شاقی کردی یا من غارم کشیدی بیرون. مگه نمیه بیرون زیاد میام؟ من کار هر کسی نیست. نه جدی داری میگی؟ من زیاد از خونه بیرون نمیام، عشان خونه این غار میمونه واسم دیگه. بعد همه چی هم اینجا دم دست، باشگاه همین روبرومه، نمیدونم هایپر همین بغله دیگه، همه چی دیگه. یعنی بیشتر ترجیح میدی که توی خونه باشی؟ خونه رو خیلی، برخلاف خیلی ها، خونه رو خیلی دوست دارم. بعد الان مثلا یا 7-8-10 سال وقت دیگه تنهایی تو شمال، تنهایی زیاد زندگی کردم، این اتفاق واسم افتاد که اصلا قدیم به زور با بیل باید می آوردی من خونه 3-4 شب یه بار می اومدم. بعد اینکه دیگه شمال رفتم تنهایی زندگی کردن رو تجربه کردم، یه جوری شد زندگیم که اصلا دیگه دوست ندارم بیرون برم زیاد. بیرونم میری انرژی منفی و حال بد مردم میبینی، ناراحت میشی.
همه درگیرن، اصلا دو دقیقه نگاه کنی متوجه میشی همه تو خودشونن. حالا بعد میدونی کم میبینی کسی دیگه بیرون زیاد بخنده. خودم بعد بیرون میرم مثلا یه ذره بغل یکی شروع میکنم مثلا یه ذره با مزه بازی در آوردن خندوندن طرف و اینا، انگار مثلا طرف دنیا رو بهش میدی، انقدر اون لحظه تو خودش بوده، درگیر بوده با مشکلات تو ذهن خودش. متوجه شدم، من اینو از تو میلاد دارم دقیقا اینو میفهمم که تو مشکلات مردم، ناراحتی مردم خیلی برات مهمه. دقیقا همینطوره، چون داداش خودم هم همین هم دیگه، خودم اصلا بخشی هم مردم که منم همین مردم هم دیگه، بعد من کس خاصی نیستم. آخه بعضی هم میلاد اینجوری نیستم، من خیلی ها رو دیدم که حالا بلاگر هستم واقعا از زندگی خیلی بدتر از تو حتی اومدن بالا، ولی الان رسیدن به شهرت و پولی که دارن در میارن بیشتر دلشون میخواد گوش مردم رو ببرن، انگاری عقده‌شون رو بخواد خالی کنن. داداش من رفیقم یه جمله خیلی باحال داریم همیشه به هم دیگه میگیم، من و فرهود رفیقم، میگیم ما عقده خدا رو شکر عقده زیاد داریم ولی هیچ وقت عقده‌ای نبودیم. خب این یه داستانه. یه داستان دیگه هم من خیلی قبلتر از اینستا یاد گرفتم، خیلی باحال اینم، اگه کسی گوش میکنه الان این ویدیو رو داره میبینه یادش باشه، حالا به جایی داره میرسه یا تو مسیر موفقیت یا تو مسیر رسیدن به چیزیه، اینو یادش باشه، آویزه گوشش کنه. زمانی که داری میری بالا خیلی حواست به آدمایی که از کنارشون رد میشی باشه، خیلی، چون همیشه که همین جوری نیست، یه روزی زمین گرده میچرخه بعد تو از کنار همین آدما قرار رد شی بیای پایین. خیلی جمله‌ای که داری میگی آفرین، ولی این جمله خیلی باله، یعنی تو منظورت اینه که تا جایی که میتونین کمک بکنین، ولی اون آدمهایی که داره بهشون کمک میشه یا اصلا منی که تو به من کمک کردی، من باید یادم باشه که تو یه روزی به من این کمک رو کردی و نخوام یک روزی تو رو باز پل قرار بدم. اصلا اون یه بحث جدا، اصلا نه کمک رو ول کن داداش. الان آیدین منو میبینه، خب من میلاد امروز فاز اینو داشته باشم مثلا من واسه خودم چوس خاصی شدم، اتفاقی واسم تو زندگی افتاده فلان، تو بیای برگردی مثلا چه میدونم مثلا یه سلام علیک ساده، من از بالا به تو نگاه کنم، با نگاه از بالا به تو صحبت کنم، بعد داداش یه روزی، خب این زندگی اصلا بهشت و جهنم همینجا دیگه، یه روزی یه جوری میچرخه زمان، همون اتفاق برعکسش برای من و آیدین میفته، اون روز آیدین از بالا به من نگاه میکنه، اون روز من از کنار آیدین رد میشم ولی نه با اون جایگاه گذشته. این قانون طبیعته. خیلی جمله قشنگی رو داره میگی و اینو بچه‌ها من ازتون میخوام واقعا این جمله میلادو، چون بچه‌هایی که یک اینستا بودن از قدیم کار کردن خیلی سختی ها کشیدن، البته خیلی ها تو هر شغلی که اساس سختی کشیدن، ولی اینی که میلاد داره میگه از دلش داره میگه، این خیلی جمله مهمیه و اگه ببینین آدمایی که بچه موفق شدن دقیقا همین جمله رو میلاد میانه، که دلشون پاکتره، پاکه و به یه جایی رسیدن، همه جمله هاشون دقیقا همون چیزی که تو داری میگی. بعد داداش شعار اصلا نیست، من این جمله ها رو تو همون محله هایی که تو ویدیو گفتم تو همون محله ها یاد گرفتم. من بابام سه تا چیز رو همیشه بهم میگه، میگه میلاد یک، حق کسی رو نخور، دو، دزدی نکن، سه، به کسی بدی نکن. دیگه هر کاری کردی واسه خودت، هر کاری دوست داشتی بکن، اصلا هر چی رو قبول داشتی هر چی رو قبول نشه، این سه تا کارو نکن، مال کسی رو نخور، دزدی نکن، به کسی بدی نکن، همین سه تا کار یعنی انسانیت دیگه، تمام شد. بعد داداش اصلا اون محله هایی که ما به خاطر فقر و حالا نداری توش بزرگ شدیم همه ی این داستانا رو بهم یاد داد. نگاه کنیم من هنوز مدل ادبیاتمو صحبت کردنم همون مدلی که تو همون کوچه پس کوچه، به وقتش میتونم خیلی شیک و ترتمیز صحبت کنم، به وقتشم این اصلا صحبت عامیانمه دیگه، یعنی خودم هم اینجور، یعنی این معروفیته و این جایگاهی که پیدا کردی کاملا قدرشو میدونی که از طرف مردم اومده و تا جایی که میتونی دقیقا داری به مردم کمک میکنی، عشق بهشون میدی. بعد ببین من اینو میبینم خیلی ها نمیبینن، به خدا یه روزی شاید من یه جایی لنگه یه داستانی باشم، مطمئنم یکی از همونایی که اصلا من اینو واسه جبران دارم میکنم، یه معامله باحال با من خداه،
این که داداش من یکی رو دستش یه جایی گرفتم، یه روزی اصلا تو یه اداره ایم لنگ یه امضام، یکی از همونایی که دستش رو گرفتم همون امضا رو میزنه زیر برگم. به والله که زندگی این شکلیه. میلاد اینجا جایی که تو می خلوت میکنی؟ خلوت که حالا دیگه کافه بچه هاست، ما هم میایم بعضی وقتا اینجا بیرون کافه پوری اینه هاست میسم اینا میایم اینجا بعضی وقتا حالا جمع میشیم میگیم میخندیم حال میکنیم. من با علی داشتم صحبت میکردم، گفتم علی بیا یکم بشینیم راجع به خصوصیات میلاد صحبت بکنیم. تو خلوت میکنی و اینکه خودتو آروم میکنی به خاطر میدونم دغدغه داری و خیلی خوب ذهنت به خاطر شغلت اینا درگیره، کلن علی میگفتش که یه جوری خاص خودتو آروم میکنی، چی جوریه این؟ من مواد نه واقعا چجوری خودتو آروم میکنم؟ ما اینو بدونم آروم که یه تایمایی مثلا همین اخیراً مثلا دیگه انقدر مثلا درگیری های مختلف مردم بیرون داستان رو میبینن فهم کنم مثلا خب این چهره خندونه است همیشه و همینجوری همیشه شادی، در صورتی که خب همه آدم ها مشکل دارن، گرفتاری دارن، منم هم اونطور دیگه، منم گرفتاری های خودم رو دارم. تازه هرچی این دایره و هرچی سفرت بزرگتر میشه مشکلات و گرفتاریات هم بیشتر میشه، همه ازت توقع دارن، هر کی بامش بیش برفش واقعا بیشتر دقیقا همین شکلیه. بعد از اون ور داستانی که همه ازت توقع دارن، یه سری ازت انتظار دارن، یه سری به جا، یه سری نابجا، خودت مشکلات خودتو گرفتاری های خودتو داری، خیلی کم وقت پیش میاد که با خودت خلوت کنی، کم پیش میاد که بتونی واسه خودت باشی، چون تو یه روز اگه گوشی رو خاموش کنی، یه روز اون بخوای تو اون غار تنهایی باشی، تو اون یه روزه امکان داره مثلا حالا به نسبت اون آدمایی که تو دایره یا اون سفره زندگیتن یهو از مثلا 30 نفر 20 نفر اون روز باهات کار داشته باشن، یه اتفاقی افتاده باشه، یه خبری قرار باشه بهت بدن، یه کاری قرار باشه انجام بدی، وقتی تو این گوشی رو خاموش میکنی میدونی کم پیش میاد بتونی واسه خودت باشی، کم پیش میاد بتونی یه 24 ساعت واسه خودت بذاری، صد خودتو داشته باشی. سر همین داستان من مثلا وقتی اینجوری این اتفاق میفته خیلی مغزم میپیچه، خیلی دیگه درگیری های ذهنی زیاد میشه، یهو گوشی رو آف میکنم، یهو گوشی رو مثلا خاموش میکنم، سه روز بدون اینکه به کسی بگم، چهار روز بدون اینکه به کسی بگم، اصلا دیگه اونایی که خیلی بهم نزدیکن اخلاقمو میدونن، یهو گوشی خاموش میکنم، بعد هیچ کار خاصی هم نمیکنم، خونه میشینم یهو یه سریالی که خیلی دوست داشتم مثلا دو سه ماه ببینم وقت نشده ببینم پلی میکنم، میشینم میبینم، مثلا چه میدونم راجع به چیزایی که دوست دارم مثلا بهش علاقه دارم تو گوگل دنبالشون میگردم، سرچ میکنم، چه میدونم حالا راجع به حالا بودای مختلف، سفر در زمان، چه میدونم فضایی ها، حالا هر چیزی که علایقم و دوست دارم دیگه، اون سه چهار روز رو اونجوری خودم رو خالی میکنم، یعنی کارهایی که دوست دارم یا میشینم یه سریال ایرانی میشینم پایتخت رو میذارم یا مثلا یه فصل پایتخت رو نگاه میکنم، آره کار عجیب غریبی هم نمیکنم، ولی سه چهار روز این گوشی لعنتی دستم نباشه مغزم درگیره که الان کدوم استوری رو باید بذارم، الان چی باید بسازم، الان باید جواب کیو بدم، الان باید واسه کی چی کار کنم، الان باید کیو ببینم، دیگه مغزم درگیره اینا نیست، یا اگرم هستی که خاموشه دیگه نمیدونم. حالا بعدش بعضی وقتا پیش میاد یه عده دستم ناراحت میشن، یه عده قهر میکنم باهم، حالا هزار تا داستان پیامد دیگه داره، ولی حداقل سه چهار روز اونجوری خودم رو شارژ میکنم. فهمیدم. بعد خیلیه ها، خیلی داستانه، تو فکر کنم اصلا نمیخوای تو دست هیچ کس باشی. آره یه گوشی خاموش کنم. نمیخوام گوشی چیزیه که آقا خاموشش کنم. آره. بعد از اون ور نبودنه ناراحتی ایجاد میکنه، طرف مثلا انتظار داره که همیشه باشی، همیشه بلا استثنا هر روز باید تو دسترس باشی. اصلا این همیشه بودنه خودش بعد یه مدت تبدیل میشه انگار به یه وظیفه، دیگه لطف نیست، تبدیل میشه به یه وظیفه و دیگه اصلا یه عده میگن تو وظیفت هر روز گوشیت روشن باشه، در صورتی که من توی اون سه روز به بابامم جواب نمیدم، یعنی بابامم از این بر اون بر پیدا میکنه یا به رفیقای نزدیکم زنگ میزنم، اینقدر ذهنت پر میشه، درگیر میشه، میدونم. ببین پر شدنه، ببین مرز خیلی از داستان هست، مرز بین این که حالا یهو رد بدی اصلا خودتو خلاص کنی، مرز بین این که مثلا یهو رد بدی اصلا بری از این کشور، مرز بین این که یهو رد بدی مثلا
کار دست به یه کاری بزنی که نظری میدونی خیلی اون پر بودنه رو نمیتونم الان تو 5 دقیقه 10 دقیقه توضیح بدم، چون خیلی خیلی ببین تو فکر کن یه زندگی داری که از سمت دولت رود فشار، از سمت مردم رود فشار، از سمت نزدیکات رود فشار، از سمت خانواده رود فشار، دغدغه خانواده‌ات رو داری، دغدغه رفیقات رو داری، دغدغه نزدیکات رو داری، دغدغه مردم رو داری، دغدغه خودت رو داری. تو 1401 هم بهت خیلی بد گذشت. آره آره، یعنی نمیدونم میتونیم راجبش زیاد صحبت کنیم یا نه، البته خب تو با مردم بودی و همه اینو میدونن و ولی بگو دیگه نمیدونم چی واردش نشیم بازش نکنیم بهتره، ولی خب دیگه اول اینو میل بدترین سال زندگیم بود دیگه. پیج تینا هم گرفتن دیگه. آره من یه چند ماه که پیج نداشتم، یه چند ماه هم کلا هیچ وسیله الکترونیکی مثل گوشی و اصلا کلا وسایلم لپتاپ فلش نمیدونم هارد کامپیوتر رم گوشی چی رم دوربین بعد آیپد هیچی نداشتم دیگه. یه چند ماه اونجوری دستشون بود، یه تایمی هم پیج هم دستشون بود. حالا سوء تفاهم برطرف شد و فهمیدن که ما هم بچه همین آب و خاکیم دیگه. بعد تو یه تایمی پیج تو میزدن، بعد آخر بعد رفتی متوجه شدی که چند تا بچه هم دارن تو رو حک میکنن، گرفتیشون رفتی بالا سرشون چی شد؟ حالا اونجوری بالا سرشون که جواب قشنگی، ولی واقعا آره یه تایمی یه سری شیطنت بچه گونه بود، اونم بالاخره بچه بودن به خاطر سنشون. یه تایمی من نزدیک نمیدونم 9 ماه شاید نزدیک یه سال اصلا پیج نداشتم، به محض اینکه پیجم میومد بسته میشد، میومد بسته میشد. چجوری این کارو میکردن خب؟ یه گروه بودن، یه گروه داشتن مثلا 30-40 نفره تو تلگرام، بعد پستای مثلا شما ایکس ایگری خواننده بازیگر اینا رو میذاشتن توی مثلا اینستا یا اکانتاشون رو میذاشتن توی اون گروهه، بعد حالا طبق یه سری الگوریتمایی که خودشون بلد بودن شروع میکردن ریپورت کردن، چون تعداد اون ریپورت ها خیلی زیاد بود اون پیج از دسترس خارج میشد، بعد حالا برگردوندن اون پیج خیلی مشکل بود، خیلی داستان داشت دیگه. یه سالی هم من اونجوری درگیر بودم، یه سالی هم با اون سر کله میزدم تا حالا بالاخره متوجه شدیم از کجاست. همون چوری اینا رو گرفتی؟ اینو میخوام بدونم متوجه شدیم از کجاست و بعد متوجه شدیم حالا یکی از بچه‌ها که الان دوستم هستش آریان، بعد یه پسر مثلا 14-15 ساله بود تو شیراز زندگی میکرد، بعد اصلا اعضای اون گروه هم همه بچه‌هایی بودن که هم سن و سال خودش بودن توی اون گروه بودن، بعد حالا به اختصاصی سنشون نمیدونستن چه لطمه‌ای دارن میزنن، چه اتفاقی داره میفته برای کسایی که این کار رو واسه براشون انجام میدادن. یه کار از دید خودشون یه کار باحال داشتن، یه کار فان بود دیگه، کار بامزه که تو یه کسی که مثلا انقدر آدم میشناسنش رو تو یه بشکن زدن مثلا نیست و نابودش میکنه. اون موقع واسه شون جالب بود، بامزه بود، این کار رو انجام میدادن و همون کار تو همون یه سال هم خیلی ضربه های بدی زد دیگه. من یه سال پیج نداشتم، فعالیت نمیتونستم بکنم، یعنی جایی واسه فعالیت وجود نداشت، خیلی اذیت شدم. بعد اصلا از یه طرف دیگه بعدهای داره مالیات به بابت اون یه سالی که پیج نداشتم یه مالیات خیلی سنگین برام برید، اصلا یه چیزای عجیب غریبه. میگم پشت پرده داستان مردم این چیزا رو نمیدونن، فکر میکنم مثلا خیلی حالا ما همینجوری پول در میاریم، همینجوری هم حالا اشغال داریم میکنیم، همینجوری هم هر شب پارتی و فلان و فلان فلان، در صورتی که میگم من تنها ارگانی که تو این سالا به فشار نیاورده دیگه فقط اداره گاز بوده، اداره گاز و اداره آب و برق بوده دیگه. بعد تو فکر کن داداش تو هم یه آدمی دیگه پشت پرده داستان شاید میخندونی خودت کارهای فان انجام میدی اینا، ولی مثلا الان من بشینم با یه تراپیست صحبت کنم شاید تراپیست اصلا هنوز نرسیده باشه به اون واحد از درس که بتونه منو پاس کنه، منو ارجاع بده به استادش. به جدی میگم به قرآن، مگه چقدر یه آدم مثلا کشش داره که حاجی از هر ارگانی بگی مثلا یه داستانی یه بلایی سرش اومده باشه، بعد مردمم اونجوری، یه عده بچه‌م اونجوری بیان ضربه بهش بزنن، مالیات اونجوری، نمیدونم حالا این آدم خانواده‌ام بالاخره داره، مشکلات خانوادگی هم داره، با رفیقاش هم یه سری داستان هست، مشکلاتی که با رفیقاش هم هست و داره، خودش بابا آدمه دیگه، کجا باید این صحبت کنه، با کی اصلا باید صحبت کنه که اینا رو بفهمه؟ بعد اصلا مگه کسی میفهمه؟ مثلا بیرون داستان بیای با یکی صحبت کنی بگی آقا من هزار برابر اون عدد فالوور درد و سختی و رنج و داستان کشیدم سر مثلا تو این چند ساله،
باورش میشه، میگه پولی که تو داری میگیری اشغالی که تو داری. معمولا اینجوری میگن، ولی واقعیت اینجوری واسه من یه نفر به شخصه که دیگه واقعا میدونم توی که تازه فالوورات تو خیلی بالا، من دقیقا میدونم این اتفاقا برام خیلی میافتاد و میفته، اینو کاملا میدونم، به خاطر یک چیز کوچیک. تازه تو چون فالوورت اینو بیشتر و نفرای اول بودی، اصلا مثلا یک چی میدونم یه طرحی میاد آقا اولین نفر اصلا به تو منم اونو. چرا؟ هر طرحی اولیش منم و اون چند نفری که اوایل این کارو شروع کردیم دیگه. چرا مثلا میگم آقا ما گنده رو؟ دقیقا همینه دیگه، ما مثلا زدیم مثلا به قول تو گنده رو که ما که حالا گنده نیستیم، ولی به قول تو همونو زدیم، ماهی بزرگر رو زدیم دیگه، بقیه میرینن تو خودشون دیگه. اینجوری تو فکر میکنی که حالا احساس میکنی بی دلیله یا حقی هم دارن؟ خودت چی فکر میکنی؟ حق که داداش من نمیدونم، آخه تو کشور دیگرم چون قانونی نیست اینجوریه. آخه من چند تا کشور دیگرم رفتم دیدم داداش، تو کشور دیگه مثلا یه کشوری مثلا دبی اینفلوئنسر رو میذارن رو سرشون حلوا حلوا میکنن، یارو داره میگه تو داری کشور منو معرفی میکنی، تو داری اینجا رو به مردم جهان نشون میدی، واسه شون ایونت های خفن میذارن بهشون میرسن، میگن مثلا شما معاف از مالیاتی، شما فلان، شما بیشتر چند تا پوان خفن بهشون میدن، چون اون طرف هی بیشتر و بیشتر و بیشتر چیز چه دلگرم شه به این ادامه دادن داستان. آره داستان. آره ما اینجا داداش هرچی میگذره میگم، حالا من خیلی چیزها رو نمیتونم جلو دوربین بگم، خیلی داستانها رو نمیتونم جلو دوربین بگم راجع به صحبت کنم، هرچی میگذره هم بیشتر افسرده تر میشی، هم دل سردتر میشی اصلا نسبت به کاری که داری میکنی. حالا این دیگه شاید مردم مثلا میدونم و بعضیا میلاد الان میگه که خب البته این باید سواسازی هم بشه، چون خیلی ها هستن ما دیدیم بچه واقعا کارهایی رو دارن میکنن، مثلا یه زمانی بود کلیپایی رو میساختن، حالا به کسی بر نخوره بچه، ما خط قرمز رو رعایت میکردیم، اونا رعایت نمیکردن، میومدن ما رو میگرفتن، میگفت آی بی بندوباری شده فلان دختر، میگفتم آه اصلا ما که اینا رو اینجوری نمیسازیم که، اونا چون این کارو کردن همه تر اومده باید همه رو جمع بکنم، میدونی این اتفاقات. من اولین مسئله ای که الان براتون بگم، اولین مسئله ای که من باش دست و پنجه نرم کردم سر و کله زدم، اولین مسئله این برمیگرده، و اگه من 10 سال الان دارم فعالیت میکنم این برمیگرده مثلا به 7 سال پیش، اولین پرونده ای که برای من ایجاد شد دانشگاه خودم، حالا به سمت دماوند که داری میری اسمشو نمیارم دانشگاه رو، دانشگاه خودم از من شکایت کرد سر یه ویدیو که اصلا ندونسته بدون هیچ قصد و غرضی یه اسم از اون دانشگاه اومد شکایت، یه دانشگاه آزاد اسلام با اون متراژ با اون مساحت با اون آدمای پشتش از من شکایت کرد. اولین پرونده من تو سنا شکایت یه دانشگاه بود، به خاطر چی فکر کنم بعد مثلا دو تا بچه‌ای که اصلا نه تجربه ای نه داستانی نه هیچی رو بردن آوردن دو سال هاجی هی ببر بیار ببر بیار، این دادگاه اون دادگاه، رأی دادگاه به نفع ما صادر شد، پیگیر رفتن تجدید نظر زدن رفتیم دادگاه تجدید نظر که نه اینا رو واسه چی بخشیدید، مثلا انتظار اینا داشتن که حالا مثلا نه ما رو بکنن تو زندان، حتی واسه مثلا یه ویدیویی که ما اصلا اولا که حقیقت رو توی ویدیو گفته بودیم، آقا یارو دختر و پسر میرن دانشگاه ترم اول یه چیزن، ترم هفت و هشت یه چیز دیگه هن، غیر از اینه، هر کی میگه غیر از اینه بیاد با هم دیگه بشینیم راجبش صحبت کنیم، همینه دیگه، هم ظاهری هم شخصیتی همه چی عوض میشن. ما حالا یه اشتباهی کردیم یه اسمم آوردیم اونجا، نمیدونستیم این داستان هایی که اصلا مواجه با همچین چیزایی نشده بود، یه اسمم آوردیم، میگم انتظار اینو داشتن که داداش اصلا به سلابه بکشن ما رو، پیگیر تجدید نظرم بردن ما رو دانشگاه که اینا. آره 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 تو از اینا خیلی لطمه دیدی دیگه داداش، شروعش اینه دیگه. بعد تو داداش یه آدم مگه چقدر دیگه کشش یه بچه رو مثلا تو اون سن ببری برداری بیاری ببری برداری بیاری، اونم چی یه اسمی که تریلی نمیکشتش، این دیگه میشه شروعش. بعدم که دیگه داداش داستانای دیگه دیگه تو هرچی میذاری با ترس اینکه یهو همین که اصلا ترس این که داداش یه اون نریزن تو خونت فلا، همین داستانه الان مثلا من تخت مثلا اتاق خوابم الان 3 سال رو تخت اتاق خوابم نخوابیدم، همیشه رو موبیل میخوابم. چه خاطره بدی داری؟ چه خاطره بدی دارم. آره چشم رو با کردم یه صحنه دیدم که نباید میدیدم. آره حالا
داره زنگ در خونه من میخوره من میرینم، یکی بدون هماهنگی زنگ در خونه رو میزنه من میرینم تو خودم. میدونم چی میگی، میدونم. حالا از این بگذرم، حالا مودم هم یه ذره سید شد، این چیزا آره. یادم میفته یه ذره. آره حالا برای سوال آخرم، خیلی ویدیوهایی که میری شمال و با مادر بزرگت میگیری خیلی حال ویدیوها خوبه. ایوه چیه بگو؟ همون واقعی بودنه داستان هست دیگه، مثلا همین صحبتی که اومدیم با هم دیگه کردیم تو خونه، گفتی خود واقعیتی اصلا با حال انرژیش با حاله، به خاطر واقعی بودن داستان دیگه، ادا نیست، یه آدمیه واسه یه نسل خیلی متفاوت تر از ما که هنوز زندگی رو همون جوری میبینه، قوانین رو همون جوری میبینه و هیچ تغییری توش به وجود نیومده از اون موقع تا الان. یه سری آدم ها هستن بزرگتر که میشن نسبت به شرایط تغییر میکنن، آپدیت میشن، خودشون رو مثلا به روزتر میکنن، ولی خب اون نه، همون جوری تو همون زمان مونده، شیرینه، یه لحجه شیرین داره. و اینکه مشکلی نداره باش ویدیو میگیری؟ نه یعنی باید اوکیه؟ آره اولش یکی دوباره اول چرا واسهش عجیب بود، ولی بعدش دید فیدبکش با حال میشناسنش همسایه ها و فامیلا و اینا بهش زنگ زدن و گفتن مثلا چیز با مزه است. ولی خب بعد اصلا اون حرفایی که میزنه خودم هم دوست دارم، چون هرچی میگه دلیه و از ته دلش با عشق دیگه، قشنگ اون حالا بیاید میچسبه. حسن این روزا هرچی داره میره جلوتر، اینستا هم اینجوریه، هرکی با عشق‌تر، هرکی از ته دلش یه چیزی میگه قشنگ مشخصه و اون بیشتر بهت میچسبه، انقدر ادا شده همه چی. یارو بیدار میشه مثلا چه میدونم چیز صبح مثلا نمیدونم چیه میکاپشو میذاره، چی بهش میگن، روزمرگی، آره روتین میکاپ من مثلا، اصلا یه چیز عده درصدی که مثلا من تو زندگی اون آدم هستم، میدونم اون آدم صبح که بیدار میشه مثلا شلخته موها شتره، 2 ساعت طول میکشه میره مثلا موها رو سشوار میکنه که بیا جلو دوربین بگه مثلا من تازه خواب، اینجوری انقدر نایس و شاین از خواب بیدار شدم، در صورتی که نه اصلا اینجوری نیست. انقدر ادا زیاد شده تو اینستا، انقدر من بدم میاد و مخالف این ادا هم میام. آقا از اولم این اصلا لفظم بری قدیم تلگرامم رو ببینی هستش بالای کانالم نوشتم صادقانه شتره باش، ولی ناشیانه ادای خوبا رو در نیار. روز به روزم داره این داستانه هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه عدان. بعد یکی این مامان بزرگی هم میاد انقدر خالص و انقدر باحال با عشق حرف میزنه از ته دلش، این میچسبه ما مخاطب. این راستش راستیت داستان. سوال مال دارم میبینم اینجا داری یا مثلا نه همه پرسیدم رابطه نوشتم. ازدواج رو بکنی؟ ازدواج چرا جمع کنم، یه سری آدم دور و برم هست، یه تعداد آدم، یه لیستی دارم خوب. از رفیقای قدیمم و آدمایی که تو زندگیم تاثیر داشتن و آدمایی که دوستشون دارم، دوست دارم هم برای خودم هم برای اونا یه تغییر خفن به وجود بیارم، یه دستی به سر و گوش زندگیشون بکشم. یه سری کارهای مثلا اینجوری هم دارم حالا تو دل خودم، یه سری واسه مردم، یه سری چیزا نیت نه عزیز و طور دوست دارم مسئولیت‌های نانشده به فکر هم هست میلاد، دوست دارم اونا رو انجام بدم. بعد اگه قرار شد زن بگیرم یه سالم با هم دیگه زندگی کنیم، ولی آروم، بدون دوربین، بدون گوشی، بدون هیچ داستانی، یه جایی که اصلا خیلی کم آدم هست، یه سال صدم رو براش بذارم. خیلی قشنگ بودین حرفی که زدی، واقعا خیلی معنی توشه. حالا معنیش دیگه باشه بچه ها اونایی که باید بدونم متوجه شدن دقیقا تو منظور چیه. من هر آن بابا بپرس سوالی بود خودشه. نه پرسیدم دیگه، همه چیز از تو پرسیدم. بپرسه چی خوشحالت میکنه؟ بپرسم خسته ایزاز بگه حالا دوتا سوال بگو چی خوشحالت میکنه؟ چی خوشحالم میکنه؟ لواشک خیلی دوستم، ترش. جدی داری میگی؟ خب از فردا دیگه براش لواشک بفرستین جلو در خونه‌اش. ولی دلی بگم، دلی حالا تو خودت اومدی دیدی، خدا رو شکر اندازه خودم دارم، این صدم نیستا، من همه یه داستانو میخوام. اینه آل پاچینو تو فیلم اسکارفیس که میگه من همه داستانو میخوام، ولی خدا رو شکر، یعنی میخوام بگم این چیزی که الان دارم میگم واقعا چوسی نیست جلوی دوربین از اینایی که میان دو کلمه مثلا چیز میکنم. ولی به قرآن خوشحالی آدمای دور و برم و ایجاد تغییر توی زندگیاشون و دستشون رو گرفتن و
این که میبینم الان به یه جایی رسیدم در حد خودم میتونم رفیق 20 سالم زنگ میزنه بهم میگه فلان، میگم بفرما، یا آدمایی که تو اون دفتره هستن و یه روزی میرم یهو تو غیر باورترین حالت ممکن یه کار عجیب غریب واسه شون میکنم، عجیب غریب خوشحالم میکنه، چون میدونم هم خیلی سرتون رو در رودم اینو بگم ببندیمش. ببین من اینو فهمیدم، تو بنز داشته باش، نمیدونم جت شخصی داشته باش، جزیره یه خفن داشته باش، هیچ کدوم اینا تنهایی بهت حال نمیده. با آدمایی که دوستشون داری و باشون عشق میکنی حال میده، حال میده با اونا بری شمال توی یه ماشین خفن، حال میده هر کدوم از اونا یه ماشین خفن داشته، حال میده تو اون پرایوت جت با اون آدما باشی. این خیلی خوشحالم میکنه و این واقعا یه هدف خیلی بزرگ تو زندگی من بهش میرسه. علاوه بر این که دوست دارم همه یه مستجرارم یه روزی صاحب خونه کنم، حتی واسه 5 متر خونه هستم انشالله. واقعا بچه از تایمی که مصاحبه کردیم، از تایمی که ما به میلاد پیام دادم و اینا، من متاسفانه خیلی حتی بچه ها میگن جوری نباشه که وقتی که داری از طرف جلو دوربین اینا تعریف میکنی یه جوری نشه بیننده فکر کنه که تو داری مثلا برای ویدیو هندونه میدی زیر بغل طرف اینا. ولی بچه ها اینو جدی دارم میگم، از اول تا آخر اگه نگاه بکنیم میلاد دقیقا همون چیزیه که هست، حال خوب برا بقیه میخواد و دقیقا همون چیزی بود که من تحقیق کردم راجع میلاد، که میگفتن آقا بهش پیام بده حتما میلاد برای مصاحبه میمونه، گفت بعید بدونم این بیاد. خیلی راحت تایم رو تعیین کرد، خیلی راحت بدقلقی نکرد و واقعا دمت گرم میلاد. اینو جدی میگم، نون دلتو میخوری، برای همین انقدر دوستت دارن و اینقدر تو دل مردم هستی. انشالله که همیشه همجوری باش و به همه آرزوهات برسی و همه رو بتونی صاحب خونه بکنی. میدونم آرزویی که داری آرزوی بزرگه و ته دلم میخواد که بهش برسی. علی جون مرسی، قربونتون برم، اومدی، دمت گرم، دمتو گرم داداش، قابل دونستی واقعا، عزیز دل منی، قربونت برم، وقتی پیامتو دیدم خدایتو بشم، باعث افتخارم بود. امیدوارم که بچه‌هام لذت برده باشن. 10 ثانیه هر چی دوست داری بگو، با کلامتو خدافظی کن. این بیحال بودنه رو ببخشید، واقعا نخوابیدم و اینکه ان شاءالله هر چی که آرزوی تبدیل به خاطرشه تو زندگیتون. چاکره داداش.